درود به همگی بچه‌ها، به چنل پوریا پوتک خوش اومدید. امیدوارم روز خوبی رو بودت داشته باشید. امروز سردرد خیلی بدی دارم، کلا از صبح این سرم داره پیچ میره، یه وضعیت بدی. بعد از اینجا زده به بینی و بینیم زده به دندونای نیشم، انگار میگرنه. خلاصه نمیدونم چه حالتونو به هم نزن. یادتون نره ویدیو رو لایک کنید، کامنت انگلیسی بذارید، صحبتو نریزه و اینکه سابسکرایب کنید. و ویدیو امروز بارها و بارها تو کامنت ها اعلام شده بود، تصمیم گرفتم بسازم. خنده‌دارترین باگ های فیفا، حتی اگه گیمر نیستی، فیفا بازم نیستی، این باگ ها شما رو به خنده میاره. بریم با هم این ویدیو جذابو ببینیم. خب گایز، بریم ببینیم باگ ها چیه. والا من چند وقت که فیفا 22 بازی میکنم خودم به شخصه باگی ندیدم. لیتس گو. دروازه با نیست تو دروازه. وای ببین توپه کجاست؟ توپه جلو خطه. وای چه سلبریشنی زد، دمش گرم. این تای سلبریشن بود، اینجوری کردش، یعنی خودش هم تو شوکه بود. این چه باگ مسخره ایه، فکر نکنم فیفا 22 بوده باشه، من که تاره ندیدم. البته همه کمپانی ها باگ دارن، سلطان باگ هم که اساسین کرید. مسی مسی آیو دی ماریا کارا، دیگه تو مسی کارا. انگار میگفت مسی کاره، مسی خره، مسی کاره. وای چقدر زور داره. آر دبلیو آرژانتین دیماریا، ولی دیماریا هم فکر کنم 5 اسکیله، یعنی مهارتش تو دریبل 5 باشه فکر کنم. حاجی دوربین گیر کرده. اینا چه باگای سمیه. گل شد، همون جوری که باگ خورد گل شد. بزن اسپایدر من بود گل کیپره. خودش رشکویت کرد. وای وای خودت کردی که لعنت بر خودت باد. آلمانیه فکر کنم. چیپ مرسی. خودش به خودش زد. چی داره کجاشو نشون میده؟ این چیه؟ ایتالیانو؟ جرمن نبود، چرا من ریدم؟ زبون آلمانی فهم میکردم خوب میفهمم، نه که معنیش ها، یعنی لهجهش اینه فهم میکردم خوب بره. ایش فیلم دیش من بودم، دستمو میگرفتم پرت میکردم، چش نصفش میکردم. آقا دقت کردید؟ دوباره ببینید، به دروازه بان نگاه کنید، به دروازه بان نگاه کنید. این چه باگی بود؟ آه انگار چه انیو بهت داده. سوارز دیگه. اولی میگه چه انیمیشنی. به زودی گیم پلای فیفا 22 رو میذارم، مسی رو میخوام بخرم، سلبریشن رونالدو برم. حالا ببینید که بهتون گفتم به زودی شروع میشه، یه ذره بازی باید قوی تر شه. نیاز به یه نفر دارم یادم بده، یکی کسی که PS5 داشته باشه بازیش هم خوب باشه. باز دوربین گیر کرد. خودکشی باید کرد تو اون صحنه. واقعا این باگا خیلی مسخره است. نمیدونم چرا ای بین بازیاش فرق میذاره. مثلا ایپکس سروراش داغونه، ولی فیفا سروراش خیلی خوبه. بعد فورتنایت هم سروراش خیلی عالیه. حالا باز ما تو اروپایی ما نباید از این زیر زد، ولی اونایی که مثلا تو ایرانن دیگه اونا چی بگن از سرور؟ بدبخت ما با دوستامون میریم ایپکس، هر چند دست یه بار اونا نمیان، چیز میشن، تایم اوت میشن. خیلی نامردی، باید تو سروراش رو کار کنن. شرکت می خفنی. ای علی زلزله است، بزن زلزله، تو میتونی زلزله. خاک بر اون سرت. من مثلث رو بدم بندازی جلوتر احمق خر. وای چه سگوله بزنم. ای توفیق
اون به رشورد گفت خواهد تو سرت، من به اون گفتم ناراحت نشو خدا، بعد ادهنم یه اوپرید. خیلی دوست دارم با علی زلزله یه باری فیفا بزنم سوراخش کنم، البته نه اون منو سوراخ میکنن، ولی اگه علی، من اصلا نمیدونم آیدی هیچی علی زلزله رو ندارم، اگه داره یه جوری به من اینستا دایرکت بده یه فیفای بوم با هم بزنیم، البته قبلش باید بیاد بریم یاد بده. من بلدم فیفا، نمیخوام بگم بلد نیستم، بازیم هم خیلی خوبه، ولی تو فیفا 22 یه جوری شده آردوهای من همیشه گل بود، الان آردوام همش میره اون طبقه دو تماشاچی ها. این چی بود؟ خوچی گوزیده بود مخش. آجی تو رو خدا، اصلا دروازه‌بانه یه جای دیگه بود، اینجورا رو باید با دقت ببینید. الان ببینیم، نگاه کن دروازه‌بانه کجاست. چرا اینجوری میشه اینا؟ وا این یه دونه تو اینستا دیدم پرام ریخ، حالا میگم بزن یه دونه هم ببینیم. این محمد صلاح است، چرا اوتون انداخت؟ این چه نوع باگاییه؟ خدا رو شد من با این باگا مواجه نمیشم. یه باگ دیدم یه یارو پیر داشت بازی میکرد، هر بازی کنی به توپ لمس میشد غیب میشد. فرض کن توی زمین 22 نفرم 22 نفر غیب شده بودم، فقط داور مونده بود زمین. چه تیکی تاکایی برو گلا بیفری گلا بزود جهت موافق. این چه داداش دیلیت کن فیفا رو، اون دروازه‌بانش ریتور گوزیدی اصلا. حاجی ببین توپ کجاست، بشوت. این چی بود؟ بازیکنان پشت دروازه بودن، بازیکنان پشت دروازه بودن. امباپه باید نمرش هم مسی بالاتر، حق همینجوری دیبالا کرد. چقدر دوربین گیر میکنه تو این فیفا؟ اسم تیم من تو التیمت 313 پاره این، هرکی میاد با من پاره است. یکی بشونه دیگه، این چه باگی بدیه. آخرم زد تیرک. اسم تیم من تو التیمت بچه 313 است، دارم قوی میکنم، ترکیب رو الان نشون نمیدم. ترکیب سیکرته، دو تا بازیکن دیگه باید، نه دو تا نه، یک دو سه تا دیگه باید بخرم. اونجا هم سوتی دادم، نمیدونم چرا نمره امباپه با رونالدو بالاتره، نه رونالدو سومه امباپه پایینتره، ولی خیلی گرونه امباپه. اینا رو آسمون داره اوت میندازه، الشراویه فکر کنم. وای تو بدنش رد شد، ماشاءالله چه پاسکاری. برگردون عقب، شوتی گلی زدی. آفساید آفساید، پاره شد. گل خورد. وای وای زانوش سوخت. بچه ها من دیروز رفتم فوت چمپیون، 10 تا بازی بود، 8 نه 9 تا بود، چند تا داره، دو تاشو بردم، همه‌شو مثل اسب باختم، اعصابم خوردم. من فیفا رو خیلی دوست دارم، این فیفا هم مشکل دارم، هر کاری میکنم بازیم خوب نمیشه تو این فیفا. وای ببینید، من مطمئنم هیچکی نفهمید، با دقت ببینید چرا داره داوره بهش کارت میده، به خاطر اینکه بازیکن رفته خورده به تور دروازه. نگاه کن بازیکن سفید رو داره میره، الان میخوره به تور، کارت زرد گرفت. حاجی این دیگه مسخره بازیه. نواس این همه نوبا پی اس جی میگیرن، این چرا دیلی داری داداش؟ یا حسن فسنگری گردن چیشی 360 درجه زد، قد نوخا شد. باری کلا اینا چرا با فلش بازم نکنه، منم باید با فلش. یعنی نماد بدشانسی این بیشور بود. اینا دروغه. کلاسه دویده.
چی بزنم؟ آیا گل این میارم؟ گله؟ آه نه، این دفاعی قراره برینه تو گل یا قراره گل رو به خود کنن؟ بله، همکاری زیبای دفاع. بچه من فیفا رو مثل پس بازی میکنم، این دلیل بر نمیشه که پس بازم، همیشه فیفا باز بودم، ولی اینجوری هم که با مربع میشوتم با دایره سانت کشم، ولی سیستم اصلیش با دایره شوته با مربع سانته و فینس هم با آردو میزنم دستتو که اونا با آریه کن. این هست تفاوت پوریا عرب آدولف خیابانی. کریستیانو رونالدو نوش جونت، منم میگیرم شه روزه. باج بود اون صورت، چی بود؟ چقدر قشنگ بود، ولی فکر کنم روش افکت زدن. اصلا من خوشحال نمیشم پک مسی رو باز کنم، ولی پک رونالدو رو باز کنم میرم رو هوا، ولی میخوام مسی رو بخرم و باش خوشحالی رونالدو رو بزنم. اوکی گایز، دم تک تکتون گرم، عاشق یکا یکتون هستم. اینم از باگ‌های فیفا، اصرار توش زیاد بود ولی دوست داشتم بزنم، ولی چون شما خیلی ها تو کامنت نوشته بودید به عشق خودتون گذاشتم. و اما فیلم امروز، فیلم سینمای جوبل. مشکوکم این فیلمو قبلا معرفی کردم یا نه، امیدوارم که نکرده باشم، انقدر تعداد معرفی فیلمو زیاده تو ویدیو، بعضی وقتا امکان داره چنین اشتباهی پیش بیاد. نمره 5.3 از IMDb. فیلم خیلی قشنگی بر اساس یک داستان واقعیه، یک داستان مربوط به یک پدر و پسر، حتما ببینید، خیلی زیباست، درام و قشنگ و اجتماعی است. کامنت اول، خیلی خاکی و خوشخنده‌ای، دمت گرم. ایده، پرجمعیت ترین کنسرت های دنیا به علاوه تعداد نفرات. محمد حسن جان، ایدت خیلی قشنگه، حتما در موردش تحقیق می‌کنم و اگه مطلب جالب باشه 100% ویدیو رو میسازم. اینو بهت قول میدم روزی که ویدیو رو ساختم اسمتم مینویسم و 20% از درآمد ویدیو رام تقدیم به تو میکنم. کوچک، آهنگ پدر رو انتخاب میکنم. ما خب اسم جفتشون پدره، کدومو میگی؟ ویدیو دیروز آهنگای یکسانو، یعنی اینا که اسمشون یک شکل بود، میذاشتیم. از نظر خودم بهتریناشو انتخاب میکردم. من آهنگ پدر شاهین نجفی رو گوش نداده بودم، ولی اونجا داشتم آهنگ پدر تتلو و پیشرو رو انتخاب میکردم. خیلی‌ها گفتی برو آهنگ پدر رو گوش بده، ولی هنوز متاسفانه گوش نکردم. وقتی آهنگ پدر شاهین رو گوش کردم حتما میام میگم بین اون دو تا کدومو قرار انتخاب کنم. پوریا جان خیلی خوشحالم به خدا که دیگه تیک عصبیت کم شده، خدا رو شکر. نباید یادآوری میکردی، واقعا ازت ممنونم. با ما صبح شنبه با بقیه شب جمعه عوضی. اول از همه پولدار شید و بعد سلامت باشید. گودبای.